گریه های سینتویی برای امیر تتلو و وضعیتش در زندان. 15 سالگی. انشاءالله اوکی باشه. فحاشی ناموسی به آیسان اسلامی و هر کسی که طرفدارشه. کابود آیسان 15 سالش بود. کی ادای گیو در میاد؟ مادر آیسان بوده به کش. قبول داره. بیاد مثل تتر. من 10 میلیون آجی بیسیکلی فالوور دارم، رفیق دارم. نامبرای من پایین که نمیاد، هیچی به سمت بالا میره. من $1 خواستم. حضور هیپوپولوژیست در ورزشگاه با بادیگارد ویژه و هجوم مردم بهش و حاشیه‌های جنجالی دربی امروز. دوکی سلام! عشقی دوکی! خب در ابتدا بریم سراغ تتلو که با این وضعیتی که توی زندان داره باز شده خیلی ها بهش واکنش نشون بدن و حسین تویی که از دوستای قدیمی تتلو استوریایی رو در موردش گذاشته که حسابی باکس کرده بود و برای رفیقش ناراحت و میگه اگه برادرت خلافکارم باشه باز برادرته و خب بالاخره این آرتیست ها سالهای زیادیه که با هم دوستن و طبق گفته خود تتلو حسین تویی اونو وارد موسیقی و رپ فارس کرد. اومدم بیرون یه دقیقه یه هوای بخورم، دیدم صدا همی داره پخش میشه. کاری به هیچی من ندارم، خوب بد بیگناه گناهکار داداش، این آدم رفیق من از 15 سالگی. شلال شده باشی. ما اصلا اومدم بیرون از مهمونی، قهالم گرفته شد. از طرفی هم دربی با اتفاقای جنجالی برگزار شد و حضور هیپوپولوژیست به همراه طرفداراش هم اتفاق عجیبی بود که رقم خورد و خیلی از مردم برای عکس گرفتن باهاش رفتن سمتش که این نشون میده رپ فارسی چقدر بین مردم محبوبه. تو کی عاشقت داره؟ تو کی؟ ابا چگی میگن عاشقت تو؟ عشقی دوکی. از طرفی هم به تازگی وحید خزایی که مثل تتلو 3 سال پیش به ایران اومده بود و به تازگی آزاد شده حسابی فوشو کشیده به آیسان. ناله کن کنکشار خیلی بیناموسن که بسم الله الرحمن الرحیم دنبال کنن. تمام؟ من خیلی هستم، حقیقتم تلخه، مثل پوست خیال، عاقلم کمه. تمام؟ یه دونه به اسم شاهین نجفی وجود داره، تو آبروی تمام کشار بردی، یه لات هم وجود داره، هم متی قربانی تنهای وحشیه. مادر همین هایی که مردم میگی فوش باید جوابتون بدم، حرف حق جواب نداره. عزیزم بلکم چه مادر اگه معروف خوب خاک و اسمشو تو پیج من می‌نویسی که من اسمشو میارم که واقعی به مردم میگه. یه شاهین نجفی کجا؟ یه مادر کجا؟ سوی سنگ از جون دل. چطوری جون دل؟ خوبی؟ وقتی فهمیدم اون شده 4 میلیون گفتم نه این مجازی جام تو مجازی. آرزو می بود که برم سینما، به عزت شد 2-4 نفر به من قول اینو دادن، گفتن این کار نکن فلان. نه من کیر میکنم تو آرزوم ها، ولی حرف دلم میزنم. مادر جن خانم معتدرت کد بوده، خب خواهرت کد بوده، چرا به تو تاثیر کرده؟ من ادای آیسان رو در میارم. لو 125 کا بود، آیسان 15 سالش بود. بفهم به حقیقت، لو 125,000 کا بود، آیسان 15 سالش بوده. کی ادای کیو در میاره؟ جون دل. مادر آیسان جده به کیش قبول داره بیاد مثل تتل حرف بزنه. نیه افشار 4 میلیون فالوور داره، نمیدونم دنیا جهان وقت بچهش 2 میلیون فالوور داره، حسن ایوندی 20 میلیون فالوور داره. من نمیتونم
ببینم بهشت با فالوور به حالی بهش بگید این 300 بار پیجش رو زدن، 7 سالم یک بوده، 3 سالم زندان بوده، 50 روزه اومده ایران، نزدیک 1.2 میلیون هم جمع کرده. تو 7 بار اومده 6 میلیون، سوی سنگنی هم شده 5 میلیون. بگم ایشالله که خدا مادرت هم بیامرزه، تو کونی هم آدم شی. چی بگم بابا، آیسان اسلامی خیلی باشته باشه 6 تا 10 میلیون خب، ولی تو 70 میلیون ایرانی بگی وحید خزه یا اسمشو شنیدن یا میشناسنش. من بیام بگم اینقدر تو کامنت های من مینویسید که من اسمشو بیارم، الان دیگه چجوری اسمشو بیارم بابا؟ من بعد از خودم فقط داوود غفاری رو تو مجازی قبول دارم. وقتی سگ یارو 2 میلیون فالوور داره، بچه ای که معلوم نیست مال تطلعه یا داووده یا این شاخه، اون چیزی که شما میبینید نیست آجی حسن. این آینه ها قدیم زده بود که آنچه در تصویر میبینید نمیدونم دورتر از فلا اینا، زندگی هم مال مرمن بودم آجی دیگه. من بچگی لای مایدارا بر میخوردم اصلا آجی، تاله منو تمیز خدا نوشته بود. بابا این بچه پسمشنگه دیگه، بذاریم برای خودش بتازه. میگم امروز صبح تو نمایشگاه داشتم راه میرفتم بیرون، دست سود میزدم، داشتم فکر میکردم و اینا، یه آسمون رو نگاه کردم گفتم خدایا من 10 میلیون آجی بیسیکلی فالوور دارم، رفیق دارم، نامبرای من پایین که نمیاد، ایچی به سمت بالا میره، من یه دلار کاسبی از توی نکردم، درست این کار یا نه؟ بعد دوباره آسمون رو نگاه کردم، به خدا راست میگم آسمون رو نگاه کردم، برگشتم گفتم حاجی مگه تا اینجاشو برنامه ریزی کردی از روز اولی که رسیدی تو آمریکا که این شد؟ چیکار کردی؟ فقط تشکر و قدردان بودی و گردنتم خم بود جلوی یک نفر، پروردگار این شده. از این به بعدشم تا امروز به والله قسم من هیچ برنامه‌ای برای پول در آوردن در این ندارم. یه کمپانی لباسی که الان ما فقط یک سال می‌خوایم اینو وبسایت بزنیم، اینقدر خودمون درگیر بیزینس خودمون هستیم، نه طمع دارم نه عجله باشی، اصلا ولشون. هم انقدر با شما میشه عشق داد عشق گرفت حاجی، هزارته. به قرآن میگم میخوام چیکار کنم حاجی؟ بوگاتی داداش به من میاد، آخر میرسه. من میدونم حاجی، من یه چیزی که فکر بکنم خدا امکان نره نه. بعد حاجی من از بچگی یه سری سختی هایی کشیدم که اون سختی ها رو کسی ندیده، شاید پدر منم بغل من بود بنده خدا نفهمید. یه سری خود درگیری های ذهنی داشتم، از بیمادری و بالا پایین و بابا، من از 6 سالگی میدونستم که داستان پدر پسری من و قدیر جهانی خواهد شد، اصلا مثل روز برام روشن بود. 34 سالم هم که شد گفتم خدایا من که دیگه تموم شد، چه توهمی بود، بازم ولی ته دلم امید داشت. الانم دارم میگم بوگاتی و خونه و همه میاد، اصلا ولی میگم من اصلا داستان من اینا نیست داداش، داستان من عشق دادن و انرژی گرفتنه. راکار زندگی رو من با شما یاد گرفتم، از الان تا روز آخری که در این کره خاکی هستم راهکار زندگی رو یاد گرفتم. امکان نداره من این زندگی سالتو بخورم. حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.